مرغ سحر قسمت دوم صفحه 46. توجه داشته باشید که در مرغ سحر قسمت دوم ما با نوت‌های لا، کرون و سی بمول آشنا میشیم. در ضمن توجه داشته باشید که قطعه مرغ سحر قطعه است مرکب از گوشه‌های مختلف دستگاه ماهور که اشاره‌ای به گوشه دلکش می‌شود در قسمت دوم، و گوشه دلکش گوشه‌ای است که نوت‌های لا، کرون و سی بمول اجرا می‌گردد. به نوعی پل ارتباطی است بین ماهور و شور. دقت کنید. سول 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 فا می فا سول 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 فا می فا سول فا فا سول لا لا سول سی سی لا سول لا کرون سی بمول سی سی لا سول لا فا سول فا روی سیم دوم معادل سی بمول است. دقت کنید. سی بمول لا سول فا سی سی لا سول لا فا سول لا سی سول لا فا سول. با خط منحنی زیر عدد شماره 3 فا مشخص شده که روی سیم دوم اجرا گردد. دو دو سی لا سی سول معادل نوت دو روی سیم اول است که روی سیم دوم اجرا می‌گردد. دو دو سی لا سی سول لا سی اولین سول روی سیم دوم است و دومین سول مجدداً روی سیم اول اجرا می‌گردد به واسطه اینکه پوزیشن بعدی روی سیم اول است. سی سی لا سول خط 5 تکرار خط 3 است، با این تفاوت که اولین فا روی سیم دوم و دومین فا که از خط سوم روی سیم دوم نواخته می‌شود روی سیم اول اجرا می‌گردد. دو سی سی لا سول لا فا سول سی سول لا فا سول. ابتدای خط 6 علامت بکار نوت لا را به حالت اصلی خود برمیگرداند و به نوعی این قطعه را در موسیقی ایران فرود گویند که تغییراتی که در یک گوشه ایجاد شد یا در یک قطعه ایجاد شد مجددا به حالت اصلی خیش باز میگردد و این پدیده را فرود گویند. لا فا سول می سول می فا داشته باشید. مجددا در اینجا یک اشاره کوچکی به زینت هایی که باعث زیبایی بیشتر قطعه می شود داریم، آن هم در این قسمت است که لا فا سول می، به جای اینکه می را ریز بنوازید چهار نوت چنگ را جایگزین می کنیم و زیبایی بیشتر ایجاد می شود. لا فا سول می لا سول فا می، به جای می ریز لا سول فا می، مجدداً لا فا سول می لا سول فا می. همین قطعه در یک پرده بالاتر سول می فا ری سول فا می ری فا ری می دو ری می فا سول. مجدداً در قسمت دوم لا فا سول می لا سول فا می سول می فا ری سول فا می ری فا همراه با شعر. نو بهار است گل بیبار است ابر چشم جام بار است این نفس چون دیدم تنگ و تار است شور فکر در قفس ای آه آتشی